به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما همراهان گرامی فرادرس. امیدوارم که حال همگی خوب باشه. من ندا هوشیار هستم، روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه. خیلی خوشحالم که فرصت دوباره دست داد تا با آموزشی دیگه، آموزش روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه در خدمت شما باشم و همینجا از شما دعوت میکنم که تا انتهای این آموزش من رو همراهی بفرمایید. به عنوان مقدمه و برای شروع بحث لازمه که با اصطلاحی به نام تفاوت‌های فردی آشنا بشیم. تفاوت‌های فردی یک اصطلاح تخصصی در علم روانشناسی هست که به این مسئله اشاره داره که انسان‌ها از جنبه‌های مختلف با همدیگه متفاوت هستند. همونطور که ما انسان‌ها از لحاظ ظاهرمون با همدیگه متفاوتیم، در سایر ویژگی هامون از قبیل خلق و خو، رفتار، نیازها، عادتها، سبک زندگی و خیلی موارد دیگه با هم تفاوت داریم. در واقع تفاوت‌های فردی میخواد به این مسئله اشاره بکنه که هیچ دو انسانی از همه جهات با همدیگه شبیه نیستن، یکسان و نزدیک نیستن و حتی دو قلوهای یک تخمکی هم که از تقسیم یک سلول به وجود میان با وجود درصد بالایی از شباهت ژنتیک اما تفاوت‌های زیادی رو با هم دیگه دارن. حتما شما دیدید که دو تا فرد دو قلو با وجود اینکه خیلی به هم شبیهن اما عادت‌های رفتاری، اخلاق یا حتی روحیات متفاوتی دارن. پس در واقع تفاوت‌های فردی به ما میگه که انسان‌ها با هم متفاوتن. اما تفاوت‌های انسان‌ها رو باز هم میشه تقسیم بندی کرد. ما این تفاوت‌ها رو به دو دسته تفاوت‌های بین فردی و تفاوت‌های درون فردی تقسیم می‌کنیم. تفاوت‌های بین فردی به تفاوت‌های میان افراد مختلف اشاره می‌کنه و تفاوت‌های درون فردی در مورد تفاوت ویژگی‌های مختلف در یک انسان، در یک فرد واحد صحبت می‌کنه. منظور از تفاوت‌های بین فردی زمانی هست که ما دو انسان متفاوت رو با همدیگه مقایسه می‌کنیم و بین این دو فرد اختلافاتی رو متوجه می‌شیم. مثلا دو تا انسان مختلف، دو تا کودک رو در نظر بگیرید. همینطور که از لحاظ خصوصیت ظاهری با هم متفاوتند و صورت یکسان، قد یکسان، بدن یکسانی ندارند، ویژگی‌های اخلاقیشون هم با همدیگه فرق داره. رفتارشون، هوششون، ویژگی‌های روحی و روانیشون، خلق و خوشون و عادت‌هاشون با هم متفاوته. هر تفاوتی که ما بین این دو فرد مختلف پیدا بکنیم تحت عنوان تفاوت‌های بین فردی قرار می‌گیره. علاوه بر تفاوت‌های بین فردی، خود یک فرد هم از میزان یکسانی در ویژگی‌های مختلف بهره‌مند نیست. به این معنا که شما اگه یک فرد، مثلا من رو به عنوان مدرس بخواید در نظر بگیرید، من از ویژگی‌های متفاوتی بهره‌مندم که این ویژگی‌ها میزان مختلفی دارم. مثلا از یه مقدار خاصی هوش برخوردارم، از یه مقدار مشخصی توانایی تدریس برخوردارم، از یه مقدار مشخصی قد، از یک مقداری مهربانی، از یک مقداری سخاوتمندی و سایر ویژگی‌های دیگه هم به همین میزانه تفاوت داره و تمام ویژگی‌ها در من به یک اندازه جمع نشد. در نهایت منظور ما از تفاوت‌های برون فردی مقایسه بین تفاوت‌ها و مهارت‌های متعدد در افراد مختلفه. حالا اینجا مقایسه میتونه بین دو نفر یا چند نفر باشه. و منظور از تفاوت‌های درون فردی تفاوت بین توانایی‌ها، ویژگی‌ها و مهارت‌های مختلف در یک فرد خاصه. اگر ما روی محور افقی تعداد افراد رو نشون بدیم و روی محور عمودی در این نموداری که من رسم کردم میزان تفاوت‌ها رو در نظر بگیریم، شما قطعاً با کمی دقت متوجه می‌شید که همه ویژگی‌های ما از یک حد مشخصی هستند. با کمی دقت در ویژگی‌های مختلف در افراد متوجه می‌شیم که میزان این ویژگی‌ها هم تفاوت داره. اگه من روی محور افقی تعداد افراد رو اینجا با عدد نشون داده باشم و روی محور عمودی میزان این تفاوت‌ها رو، در واقع هر کدوم از ما از هر کدوم از این ویژگی‌ها
یا بیشترین بهره رو بردیم، یعنی در حد بالا، در حد زیاد اون ویژگی رو داریم، یا در حد متوسط ازش بهره مندیم و یا در کمترین حد قرار گرفتیم. مثلا بیاید یک ویژگی مثل هوش یا قد افراد یا وزن افراد رو در نظر بگیریم. خب بعضی افراد از بیشترین میزان ممکن این ویژگی برخوردارن، یعنی قد بسیار بلندی دارن، هوش بسیار بلندی دارن یا وزنشون زیاده. بعضی از افراد هم در محدوده متوسطن، هوششون، قدشون یا وزنشون متوسطه، نه خیلی زیاده نه خیلی کمه. و بعضی افراد در پایین ترین میزان قرار گرفتن، هوششون، قدشون یا وزنشون خیلی پایینه. پس در واقع تفاوت‌های فردی رو ما میتونیم روی نمودار هم نشون بدیم به این صورت که بیشترین میزان، بیشترین مقدار از اون ویژگی در بالاترین محدوده نمودار نزدیک به عدد 100 جمع میشه، کمترین میزان اون ویژگی نزدیک به 0 و مبدأ نمودار نشون داده میشه و حد متوسط اون ویژگی در قسمت وسط که میانگین افراد جامعه در اینجا قرار میگیرن. یعنی در واقع ما اگر بخوایم میزان قد، وزن یا میزان هوش افراد یک جامعه رو اندازه‌گیری بکنیم، یک درصدی از افراد در بالاترین حد قرار میگیرند، یک درصدی در پایین ترین حد، اما بیشترین تعداد افراد در این محدوده وسط، این قسمتی که من با عدد 50 مشخص کردم و فلی زدم، قرار میگیرند. به عبارتی تعداد افرادی که از قد، وزن و هوش متوسطی برخوردارند در این محدوده میانگین بیشتر از تعداد افرادیه که در بالاترین حد از این ویژگی بهره‌مند شدن یا در کمترین حد، که این حد وسط، این محدوده متوسط نمودار رو ما در اصطلاح میانگین جامعه در نظر میگیریم. پس طبق آمار و طبق پژوهش‌ها، افراد ویژگی‌هاشون روی این نمودار پخش شده. یک تعدادی اینجان در کمترین حد، یک تعدادی در بالاترین حد و بین اینها هم باز افرادی قرار گرفتن. اما بیشترین تعداد افراد جامعه، همونطور که توضیح دادم، در این محدوده، در این میزان متوسط یا میانگین جامعه قرار گرفت. و پژوهش‌ها ثابت کردند که این یک مسئله علمی هست. یعنی ما انواع ویژگی‌ها رو اگر بررسی بکنیم، اون پژوهش، اون تحقیق و بررسی به ما نشون میده که محدوده میانگین پرتراکم‌ترینه، بیشترین تعداد افراد جامعه رو در خودش جای میده. اگر بخوام مثال علمی و دقیقی براتون بزنم، پژوهش‌هایی که روی میزان هوش‌بهره افراد در جوامع مختلف انجام شده نشون داده که تعداد افرادی که از هوش کمی برخوردارند در این قسمت قرار می‌گیرند و تعداد افرادی که در هوش بالایی بهره‌مند شدند، یعنی در این قسمت قرار می‌گیرند، خیلی کمه. همونطور که می‌بینید نمودار ریزش کرده. اما تعداد افرادی که هوش متوسط دارند و در این محدوده قرار میگیرند بیشتر از دو قسمت بیشترین و کمترینه، که همونطور که من روی نمودار نشون دادم، متوسط یا میانگین یک نمره هوشبهر بر اساس پژوهش ها 100ه. یعنی نمره 100 در آزمون هوش نشون میده که یک فردی از هوش متوسط یا نرمال جامعه برخوردار. اما این تفاوت‌های فردی رو به چه نحوی می‌سنجیم، متوجهش می‌شیم و اندازه‌گیریش می‌کنیم؟ یک روش استفاده از آزمون‌های روانی هست، استفاده از تست‌ها، پرسشنامه‌هایی که تدوین شدن، آماده شدن، روی تعداد زیادی از افراد آزمایش شدند و مشخص شده که اونها می‌تونن تفاوت‌های فردی رو با درصد خطای پایینی به ما نشون بدن. و روش دوم، استفاده از مصاحبه بالینی و شرح حاله، یعنی گفتگو با تک تک اون افراد و از طریق اون گفتگو و شرح حال گرفتن بتونیم میزان این تفاوت‌های فردی رو به صورت تقریبی متوجه بشیم. آزمون‌های روانی که برای سنجش تفاوت‌های فردی استفاده میشه، یک سری آزمون‌های استاندارد و تدوین شده است که سال‌ها روشون پژوهش و کار علمی انجام شده. یکی از اولین این آزمون‌ها، در واقع میشه گفت اولین آزمون رسمی هوش برای سنجش، آزمون استنفورد بینه هست، که این آزمون یک آزمون فردیه، یعنی تک به تک روی افراد اجرا میشه و در سال 1916 ساخته شده. بارها سالهای بعدی هم مورد تجدید نظر قرار گرفته و همونطور که گفتم اولین آزمون رسمی هوش هست. به جز آزمون استنفورد بینه، آزمون هوش وکسلر
آزمون دیگه ای هست که میتونه تفاوتهای فردی رو به ما نشون بده. این آزمون که در 3 نسخه برای 3 تا رده سنی مختلف یعنی پیش دبستانی، کودک و نوجوان و بزرگسال ساخته شده، کمک میکنه که میزان هوش افراد به 2 صورت کلامی و عملی سنجیده بشه. آزمون استنفورد بینه فقط 1 نمره هوش یعنی هوش بحر کلی میزان کلی هوش رو مشخص میکرد. اما مزیت آزمون هوش وکسلر اینه که علاوه بر اون نمره کلی هوش، میزان هوش کلامی و گفتاری فرد و همینطور میزان هوش عملی فرد رو هم میسنجه. و همینطور شاخص بلوغ اجتماعی واینلند که 1 آزمون دیگه هست به تعیین میزان رشد اجتماعی فرد کمک میکنه و در واقع میاد میسنجه که 1 فرد در زندگی روزمرش چقدر میتونه نیازهای خودش رو و مسئولیتهاش رو به نتیجه برسونه و برآورده بکنه. آزمون واینلند سن اجتماعی افراد رو میتونه بسنجه و بر اساس اون میزان بلوغ اجتماعیشون رو مشخص میکنه. آزمون‌های دیگه‌ای هم برای سنجش تفاوت‌های فردی وجود داره که یکیشون توسط AAMD یعنی انجمن نقص ذهنی آمریکا ساخته شده و بهش شاخص سنجش رفتار تطابقی میگن. آزمون شاخص سنجش رفتار تطابقی از 2 بخش تشکیل شده و میاد در بخش اول 10 حوزه رو در کودکان میسنجه که این 10 حوزه شامل استقلال شخصی، رشد فیزیکی، رشد زبان و گفتار بچه و همینطور فعالیت‌های حرفه‌ایش میشه. و در بخش دوم، حوزه رفتارهای ناسازگارانه بچه‌ها مورد بررسی و سنجش قرار میگیره. آزمون بعدی ABIC آزمونی هست که بهش سیاهه رفتار تطابقی کودکان گفته میشه و توسط مرسر و لیواز در سال 1979 ساخته شده. این آزمون هم شامل 200 سؤاله که بیشتر از 6 طبقه رو میسنجه و محدوده تمرکزش بیشتر متمرکز بر رفتارهای خارج از مدرسه کودکانه. شاخص سنجش رفتار تطابقی بیشتر تمرکزش بر رفتارهای کودکان در مدرسه بود، اما سیاهی رفتار تطابقی کودکان رفتارهای خارج از مدرسه رو روش تمرکز کرده و اندازه گیری میکنه. و آزمون بعدی ITPA که توسط کرک و همکاران ساخته شده به سنجش تفاوت‌های درون فردی دانش آموزان میپردازه و داره عملکرد دانش آموزان رو در 12 قسمت مختلف میسنجه. عنوان این آموزش کودکان با نیازهای ویژه هست. نیازهای ویژه به چه معناست و ما به چی میگیم نیازهای ویژه و کودکان با نیازهای ویژه به چه کودکانی اطلاق میشه؟ در اول توضیح بدم که قبل از این تا سالهای طولانی در علم روانشناسی برای توصیف کودکانی که الان بهشون میگیم کودکان با نیازهای ویژه از اصطلاح استثنایی استفاده میشد. احتمالا شما توی گفتگوهای دیگران شنیدید که در بعضی جاها برای توصیف بعضی کودکان میگن که کودکان استثنایی. این اصطلاح تا سالها در روانشناسی باب بود، اما در یکی از نسخه های DSM-5 راهنمای سنجشی و آماری روانپزشکی که یکی از رفرنس های معتبر علم روانشناسی هست، این اصطلاح کنار گذاشته شد و از عبارت نیازهای ویژه به جای اون کمک گرفته شد. کودک با نیازهای ویژه به کودکانی گفته میشه که تفاوت‌های مهم و جدی با متوسط کودکان جامعه داره. این کلمه متوسط به اون مسئله آماری داره اشاره میکنه. اون نمودار رو توی ذهنتون بیارید. متوسط یعنی اون جامعه ای، اون افرادی که متمرکز بر بخش وسط بودن. پس اگر اون بخش وسطی رو کنار بذاریم، افرادی که خارج از اون بخش وسط قرار میگیرن احتمالاً میتونن جزو دسته کودکان با نیازهای ویژه باشن. تفاوت‌هاشون، این تفاوت‌های مهم و جدی که میگیم، میتونه از نظر جسمی باشه، از نظر فیزیکی متفاوتن، خصوصیات رفتاریشون فرق میکنه یا توانایی‌های ذهنیشون متفاوته. و این تفاوت‌ها باید در مقایسه با اکثر کودکان همسنشون باشه. باز دوباره اگر به اون نمودار بخوایم برگردیم،
اون حد وسط یا میانگین و متوسط میشد اکثریت افراد، گفتیم بخش زیادی از افراد در این محدوده قرار میگیرند. کودکانی که نیازهای ویژه دارند با اون کودکانی که در محدوده متوسط و میانگین جامعه قرار میگیرند تفاوت‌های زیادی از نظر جسمی، رفتاری یا ذهنی دارند. و همینطور به خاطر وجود این تفاوت‌ها این کودکان نیازمندن که آموزش‌های ویژه و متناسب با سطح توانایی خودشون رو دریافت بکنن. پس اگه دقت بکنید، کودک با نیازهای ویژه داره کودکی رو توصیف میکنه که برای یادگیری نیازمند آموزش‌های ویژه و مناسب و هماهنگ با توانمندی‌هاش هست. پس منظور از نیازهای ویژه، نیازهای ویژه آموزشیه. بنابراین کودک با نیازهای ویژه به کودکی گفته میشه که تفاوت فاحشی از نظر ویژگی‌های جسمی، رفتاری یا ذهنی با اکثریت دانش آموزان داره و این آموزش‌های معمول براش مناسب نیست. باید آموزش‌های ویژه و خاص و مخصوص خودش رو دریافت بکنه تا بتونه به یادگیری برسه. در واقع آموزش‌های ویژه برای این کودک مناسب تر از آموزش های معمولی و عادی هست. اینجا من سعی کردم توی تصویر هم یکم نشون بدم این مفهوم نیازهای ویژه رو. پس طبق این تعریفی که ما کرده باشیم، کودکی که روی صندلی چرخدار میشینه، پای مصنوعی داره، توانایی راه رفتن نداره، از عصا یا عینک استفاده میکنه برای راه رفتن یا دیدن و این میزان بینایی یا میزان معلولیتش در راه رفتنش و در دیدنش خیلی از حد عادی فراتره، احتمالاً میتونه توی طبقه بندی کودکان با نیازهای ویژه قرار بگیره. اما نکته خیلی مهمی که دوباره روش تاکید میکنم اینه که برای اینکه ما بتونیم یک کودکی رو با کودکان دیگه مقایسه کنیم و بگیم آیا در طبقه کودکان با نیازهای ویژه قرار میگیره یا نه، حتما باید اون بچه رو در مهارت‌ها و توانمندی‌های مختلف با گروه همسالانش مقایسه کنیم. یعنی اگه قرار ما یک کودک رو مثلا در سن 7 سالگی بسنجیم و ببینیم آیا جزء دسته کودکان با نیازهای ویژه قرار می‌گیره یا نه، مهارت‌های ذهنی، جسمی و رفتاریش رو با کودکان همسن خودش، یعنی کودکان 7 ساله دیگه مقایسه می‌کنیم و بعد بر اساس اون میگیم که توی طبقه بندی نیازهای ویژه جای میگیره یا جای نمیگیره. در نهایت ما برای سنجش و تشخیص کودکان با نیازهای ویژه به 2 فاکتور باید توجه بکنیم. یعنی 2 تا مسئله رو باید در کودکان بسنجیم. فاکتور اول میزان هوش اون کودک، میزان IQش، توانایی شناختیش هست و فاکتور دوم میزان مهارت‌های تطابقشه. مهارت‌های تطابقی که بهش مهارت‌های سازگاری هم گفته میشه به میزان توانایی فرد توی انجام تکالیف روزمره زندگیش اشاره میکنه که میتونه شامل رفتار و آداب اجتماعی، مراقبت از خود و مثلا بهداشت شخصی باشه. البته در قسمت‌های بعدی مهارت‌های تطابقی رو و همینطور هوش رو کامل‌تر توضیح خواهم داد. هوش به چه مفهومه؟ هوش یکی از اون اصطلاحات جذاب و جالب توجه در روانشناسیه که در عین جذاب بودنش تعریف پیچیده‌ای هم داره. در یک تعریف کلی و ساده، هوش به توانایی ذهنی و شناختی مغز ما گفته میشه که نوع بشر رو از سایر موجودات زنده روی زمین متمایز میکنه و کمکش میکنه که با استفاده از اون بتونه مسائل زندگیش رو حل بکنه و به بقای خودش، به زندگی خودش در روی زمین ادامه بده. اما برای یک تعریف تخصصی تر و دقیق تر از مفهوم هوش، میتونیم از تعاریف مختلفی که دانشمندان ارائه دادند استفاده بکنیم. مثلا وکسلر، یکی از افرادی که آزمون هوش وکسلر رو تدوین کرده بود، هوش رو مجموعه نیروها یا ظرفیت‌هایی میدونه که فرد با استفاده از اون میتونه توی محیط بیاندیشه و رفتار سنجیده و مؤثری رو متناسب با هدفش انتخاب بکنه. پیاژه، روانشناس سوئیسی، هوش رو نتیجه تأثیر دائمی و متقابل، یعنی تأثیر دوسویه بین فرد با محیط زندگیش میدونه و معتقده که اگه این رابطه متقابل، اگه این
ارتباط دو طرفه برآورده بشه، درست انجام بشه، فرد میتونه توانایی سازگاری پیدا بکنه با محیطش و پیشرفت بکنه. بینه و سیمون، دو فردی که آزمون استنفورد بینه رو برای هوش طراحی کرده بودند، هم عقیده دارند که هوش به توانایی قضاوت درست، درک کردن و استدلال کردن گفته میشه. همینطور دانشمندان دیگه هم از هوش تعاریف مختلفی رو ارائه دادند که به عنوان نمونه کتل هوش رو مجموعه استعدادهایی میدونه که به ما کمک میکنه به شناخت برسیم، مسائل زندگیمون رو حل بکنیم و بتونیم با فرهنگ و محیط زندگیمون سازگار بشیم. یا ترمن، روانشناس و روانسنج دیگه‌ای، به توانایی تفکر انتزاعی، یادگیری ما و توانمندی ما در سازگاری هوش میگه. همینطور استرنبرگ توانایی‌های ذهنی لازم برای هماهنگ شدن و انطباق با محیط رو هوش مینامه. پس در نهایت ما با جمع‌بندی تعاریف مختلفی که از هوش ارائه شد، میتونیم به 3 تا مفهوم یا 3 تا مورد برسیم که تقریبا توی تمام این تعاریف مشترک بود. یکیش تاکید بر سازگاری و انطباق و هماهنگ شدن با محیط بود. مفهوم دومی توانایی یاد گرفتن موضوعات مختلف بود و سومی تفکر انتزاعی بود. یعنی اینکه ما قادر باشیم از مفاهیم مختلف، نمادهای کلامی و عددی چطور استفاده بکنیم. اجازه بدید یه تعریف کوچکی از تفکر انتزاعی هم اینجا به شما ارائه بکنم. منظور از تفکر انتزاعی یا هوش انتزاعی اون بخشی از تفکریه که به ما کمک میکنه مفاهیم غیر ملموس و غیر عینی رو درک بکنیم. به عنوان مثال اگه من به شما بگم عینک، بگم یه عینک تصور بکنید، شما میتونید به عینک به صورت واضح فکر بکنید و حتی تصویر اون عینک رو توی ذهنتون بیارید. به خاطر اینکه عینک یه مفهوم عینیه، یعنی نمونه واقعیش توی دنیای بیرونی وجود داره و شما میتونید تصویرش بکنید. اما مفاهیمی که در دنیای بیرونی موردهای عینی ندارند یا اصلا وجود خارجی ندارند، مواردی هستند که بهشون مفاهیم انتزاعی میگیم. مثلا من به شما مفهومی مثل آزادی یا یک مفهومی مثل سخاوت رو اگه نام ببرم، شما نمیتونید از یک شی برای اشاره کردن به این مفاهیم کمک بگیرید. مفهوم آزادی رو نمیتونید با چشم به من نشون بدید، نمیتونید بدیدش دست من که من لمسش کنم. انتزاعیه، قابل دیدن یا لمس کردن نیست. یا به عنوان مثال اگه بهتون بگم که اژدهای هفت سر رو توی ذهنتون تجسم بکنید، این مفهوم توی دنیای واقعی ما به ازای بیرونی نداره، یه مفهوم انتزاعی ساخته ذهن ماست. ممکنه بتونید با قدرت تخیلتون یا با تصویرسازیهایی که توی کتاب‌ها و افسانه‌ها دیدید یه اژدهای هفت سر توی ذهنتون تصور بکنید، اما میدونید که در دنیای بیرونی موجودی به نام اژدهای هفت سر وجود نداره. تفکر انتزاعی و هوش انتزاعی به اون بخش از توانایی ذهن ما اشاره میکنه که این مفاهیم نمادین رو، مفاهیم نمادینی که غیر قابل لمسن، غیر قابل دیدن هستند رو بررسی میکنه و با اونها دست و پنجه نرم میکنه. برگردیم به تعریف هوش. در نهایت ما اگر بخوایم با توجه به توضیحات قبلی هوش رو تعریف بکنیم، متوجه میشیم که هوش یک توانایی ذهنیه که مجموعه ای از عملکردها رو در بر میگیره و از جمله عملکردهایی که هوش به اونها نقش مستقیم داره یا انجامشون میده، میشه به قابلیت تفکر یا فکر کردن، برنامه ریزی، خلق و ابداع کردن، هماهنگی و سازگاری یا تطبیق، توانایی حل مسئله، این توانایی که انتخاب بکنیم چه عکس‌العملی نشون بدیم، چه تصمیمی بگیریم و حتی مطالب جدیدی رو یاد بگیریم اشاره میکنه. پس هوش مجموع عمل کردی شامل این توانایی ها. اما مهارت های انطباقی به چه مهارت هایی گفته میشه؟ اگه خاطرتون باشه من گفتم که برای تشخیص کودکان با نیازهای ویژه ما هوش رو و مهارت های انطباقی رو میسنجیم. کارکردهای انطباقی شامل مهارت‌ها و رفتارهایی میشه که باعث میشه افراد بتونن به استانداردهای اجتماعی و فرهنگی دست پیدا بکنند و بتونن همزمان با اونها استقلال فردی و مسئولیت‌های اجتماعیشون رو انجام بدن. به عبارتی مهارت‌های انطباقی شامل مجموعه‌ای از مهارت‌ها میشه که ما در طول زندگیمون یاد میگیریم و این مهارت ها به ما کمک می کنن که بتونیم مسئولیت های اجتماعیمون رو انجام بدیم
و انتظاراتی رو که جامعه و افراد جامعه از ما دارن برآورده بکنیم. مهارت های انطباقی به 3 تا مهارت تقسیم بندی میشن. مهارت مفهومی یک مهارتی از مجموعه مهارت های انطباقی هست که شامل مجموعه مهارت هایی میشه که به افراد کمک میکنه بتونن از عملکردهای مهم زندگیشون مراقبت بکنن و با محیط خودشون سازگار بشن. مثلا زمان یک مهارت مفهومیه. درک زمان و نحوه استفاده از اون و همینطور نحوه شمارش مثلا پول یه مهارت مفهومیه. به ما کمک میکنه که بتونیم شغلمون رو، برنامه هامون رو به موقع انجام بدیم و توی جامعه بتونیم سازگاری داشته باشیم. مهارت دوم از مجموع مهارت‌های انطباقی مهارت‌های اجتماعی هست. همونطور که می‌دونید مهارت‌های اجتماعی به مهارت‌های بین فردی گفته میشه که به ما کمک می‌کنه ما بتونیم با افراد دیگه در اجتماع ارتباط برقرار کنیم. بتونیم آداب و رسوم، فرهنگ و قواعد اجتماع رو درک بکنیم. درست و نادرست رو متوجه بشیم و طبق اونها در اجتماع رفتار بکنیم. و آخرین مهارت از مجموع مهارت‌های انطباقی مهارت‌های عملی شامل مهارت‌هایی میشند که در واقع به ما توانایی انجام مستقل فعالیت‌های روزانه‌مون رو میدن، یعنی کمکمون می‌کنن از خودمون مراقبت کنیم، وظایف فردی و شخصیمون رو انجام بدیم، بتونیم از پول استفاده کنیم، خرید کنیم و کلاً بتونیم در زندگی روزمره کارهای مربوط به خودمون رو به صورت روزانه پیش ببریم. پس همونطور که متوجه شدید مهارت‌های انطباقی یک مجموعه مهارته که به ما کمک میکنه آداب و رسوم و فرهنگ اجتماع رو درک کنیم و از این طریق ارتباطات سالمی رو در جامعه بسازیم و حفظ بکنیم. همینطور کمکمون میکنه وظایف و برنامه های شخصمون رو انجام بدیم، مسئولیت های اجتماعیمون رو به درستی انجامشون بدیم و بتونیم بهداشت فردی و نظافتمون رو هم رعایت بکنیم. در نهایت باز تاکید میکنم که ما برای سنجش یک کودک چه در مقوله هوش و چه در مقوله مهارت‌های ارتباطی قبل از اینکه اون بچه رو به دسته کودکان با نیازهای ویژه قرار بدیم یا ندیم، حتما باید به این نکته توجه کنیم که کودک در این دو عامل فقط با گروه همسالان خودش مقایسه و سنجیده بشه. یعنی اگر ما هوش یک کودکی رو اندازه گرفتیم، مهارت‌های انطباقش رو با آزمون‌های مختلف مشخص کردیم و حالا می‌خوایم ببینیم آیا در گروه کودکان با نیازهای ویژه قرار می‌گیره یا نه، حتما باید با میانگین همسن و سال‌های خودش مقایسش بکنیم تا بتونیم به این سوال پاسخ بدیم. الان که با مفهوم نیازهای ویژه دقیق‌تر آشنا شدیم، می‌خوایم به این مسئله بپردازیم که کودکان با نیازهای ویژه شامل کدوم دسته از کودکان و کدوم دسته از مسائل و مشکلات میشه. طبقه بندی که از کودکان با نیازهای ویژه صورت گرفته که شامل کودکان با نقایص حسی، کودکان دارای انحرافات هوشی از قبیل تیزهوشی یا کمهوشی، افراد دارای مشکلات ارتباطی، کودکانی با ناهنجاری‌های رفتاری، کودکان با دشواری‌های حرکتی و معلولیت‌های جسمی مختلف و همینطور سایر موارد و بیماری‌ها رو دسته‌بندی کرده. منظور از انحرافات هوشی دسته از افراد و کودکان هست که توی اون میانگین و حد وسط جامعه قرار نمی گیرند. اون نمودار رو مجدداً توی ذهنتون یادآوری بکنید. ما گفتیم که بخش زیادی از افراد جامعه در اون محدوده مرکزی نمودار و میانگین، اون بخش وسط قرار می گیرند. افرادی که در دو طرف نمودار هستند، در سمت چپ و راست، افرادی میشن که از میانگین بدورن. منظور از انحرافات هوشی افرادیه که از نظر هوشبه توی اون محدوده وسط قرار نگرفتند و در دو سر ابتدایی و انتهایی نمودار جای میگیرن که شامل دانش آموزان تیز هوش، یعنی میانگین هوششون بالاتر از هوش نرمال و معمول، یا دانش آموزان کند ذهنه، یعنی افرادی که میانگین هوشبهرشون پایین تر از محدوده متوسط و نرماله. افراد با نقایص حسی هم دسته دیگه‌ای هستند که شامل هر کودکی میشه که در یکی از حواس پنجگانه دچار مسئله و مشکلی هست که روی یادگیریش و روی رفتارش تاثیر میذاره، از قبیل دانش آموزان کم شنوا و ناشنوا و کودکان کم بینا و نابینا.
همینطور کودکانی که مشکلات ارتباطی دارند و در برقرار کردن ارتباط با دیگران دچار مشکل هستند هم توی یک دسته دیگه طبقه بندی میشن که دانش آموزان با مشکلات تکلمی و با اختلالات ویژه یادگیری توی این دسته قرار میگیرند. طبقه دیگه ای از کودکان با نیازهای ویژه رو کودکانی تشکیل میدن که ناهنجاری ها و ناسازگاری های رفتاری دارند، یعنی کودکانی که توی رفتارشون مشکلاتی رو نشون میدن که به خاطر این مشکلات نمیتونند ارتباط سازگارانه و سالمی رو با دیگران داشته باشند. همینطور کودکانی با دشواری های حرکتی هم یک طبقه دیگه از این بچه ها رو تشکیل میدن که دانش آموزانی که معلولیت های جسمی و بدنی دارند، مثلا دست یا پاشون قطع شده، دست یا پاشون توانایی حرکت کافی رو نداره، توی این قسمت قرار میگیرند و سایر موارد استثنایی و بیماری های خاص هم به یک طبقه دیگه قرار میگیرند. اما درصد شیوع کودکان با نیازهای ویژه چقدر هست و چند درصد از بچه های یک جامعه توی محدوده کودکان با نیازهای ویژه قرار میگیرند؟ توی طبقه انحرافات هوشی پژوهش‌ها نشون داده که 3.2% از کل کودکان یا خیلی تیز هوشن یا خیلی کند هوشن، یعنی از اون محدوده متوسط خارج هستند. در دسته افراد با نقایص حسی 0.7% کودکان جای میگیرن. کودکانی که مشکلات ارتباطی دارن 4.5% از کل کودکان رو تشکیل میدن و 1 تا 2% کودکان رو هم افرادی تشکیل میدن که ناهنجاری های رفتاری و ناسازگارانه دارن. از اون طرف 0.5% از افراد رو کودکانی تشکیل میدن که معلولیت های جسمی و حرکتی دارند و سایر موارد استثنایی و بیماری ها هم 0.6% جامعه کودکان با نیازهای ویژه رو تشکیل میدن. البته این توضیح رو بدم که این آماری که بنده اینجا عرض کردم بر اساس یکی از رفرنس ها و پژوهش ها ذکر شده و این عدد ها میتونن بر اساس جامعه ای که توش اون آمار گرفته شده، سالی که اون پژوهش توش انجام شده یا حتی رفرنسی که شما بهش مراجعه میکنید کمی متفاوت باشن. اما شیوع کودکان با نیازهای ویژه در ایران و جهان به چه صورته؟ در سال 1979 در آمریکا یک پژوهشی انجام شد و بر اساس اون پژوهش شیوع کودکانی که با نیازهای ویژه تلقی می‌شدند بین 8 تا 16% از کل دانش آموزان در تمام مقاطع تحصیلی بود، یعنی از سال اول ابتدایی تا سال آخر دبیرستان. وقتی که بچه ها رو بررسی کردن متوجه شدن که 8 تا 16% این بچه ها توی دسته کودکان با نیازهای ویژه طبقه بندی میشن. در ایران در سال 1370 یک آمارگیری از کودکان با نیازهای ویژه انجام شد و طبق اون حدود 2 میلیون کودک در کشور ما جزو کودکانی بودند که میشد بهشون کودکان با نیازهای ویژه رو اطلاق کرد. باز هم تاکید میکنم این آمار میتونه در سالهای مختلف، در کشورهای مختلف و طبق پژوهش‌های مختلف کمی متفاوت باشه. اما در کل میزان شیوع کودکان با نیازهای ویژه در کل جامعه به هر میزانی که باشه ما نیازمند هستیم که به این بچه‌ها خدمات آموزشی و خدمات متناسب با سطح تواناییشون رو ارائه بدیم برای اینکه بتونن یادگیری رو مثل بچه‌های دیگه داشته باشن. در فصل دوم آموزش به سر میبریم، فصلی که در اون قراره با دستگاه عصبی مرکزی و اختلالات مرتبط با این سیستم در کودکان آشنا بشیم. سیستم عصبی یک مجموعه ای هست از اندام هایی که با کمک همدیگه مرکز فرماندهی و نظارت و هدایت بدن رو بر عهده دارن. در واقع سیستم عصبی قسمت فرماندهی بدن هست که متشکل از دو عضو مغز و نخاعه و این دو با هم دیگه سیستم عصبی رو تشکیل میدن. سیستم عصبی شبکه وسیع از اعصاب رو به سراسر بدن میفرسته که شامل 12 جفت رشته عصبی مغزی و 31 جفت رشته عصبی نخاعی هستند. این اعصاب به قسمت‌ها و اندام‌های مختلف بدن ارسال میشن، پیام های مربوطه را میفرستند و واکنش اون اندام رو هم به مغز در پاسخ ارسال میکنند. در واقع در حالت کلی آن چیزی که مغز میخواد به اندام ها ارسال بکنه
و جوابی که میخواد از اندام ها دریافت بکنه توسط سیستم عصبی و رشته اعصاب که از این سیستم ورود و خروج پیدا میکنند اتفاق میافته. سیستم عصبی همونطور که گفتم از مغز و نخاع تشکیل شده. بنابراین سیستم عصبی به دو قسمت تقسیم بندی میشه. یکی سیستم عصبی مرکزی یا CNS که شامل مغز هست و خود نخاع، و قسمت دوم سیستم عصبی پیرامونی یا PNS که بهش سیستم عصبی محیطی هم میگن و شامل اون رشته اعصابیه که از مغز و نخاع خارج میشه و به اندامهای مختلف ارسال میشه. در واقع سیستم عصبی محیطی یا پیرامونی نه فقط شامل اعصاب حسی و حرکتی ماست، بلکه شامل اندامهای حسیمون هم میشه. این سیستم کمک میکنه که پیامها به نقاط مختلف بدن ارسال بشن و اندامهای حسی و اندامهای حرکتی ما توسط مغزمون و نخاعمون بتونن کنترل بشن. اما کارکرد سیستم عصبی چی هست؟ هر اتفاقی که توی بدن ما میفته یه ارتباطی به سیستم عصبی پیدا میکنه. بنابراین نقش سیستم عصبی خیلی نقش بزرگ و مهمی، اما اینجا به چند موردش اشاره میکنم. توانایی فکر کردن، به حافظه سپردن، احساسات، درک و تجربه احساسات مختلف و یادگیری یکی از وظایف سیستم عصبیه. همینطور هماهنگی و تعادل برقرار کردن بین حرکات مختلف بدن، حواس مختلف، خوابیدن، کنترل ضربان قلب، کنترل تنفسمون، هضم، دفع، احساس گرسنگی، احساس تشنگی، احساس گرما، سرما و سایر فرایندهای مرتبط با بدن، رشد، بلوغ، پیری، همه اینها در کنترل سیستم عصبی هست. در واقع همون جمله اولی که گفتم، سیستم عصبی ما مرکز فرماندهی بدنه، اینجا معنی پیدا میکنه، به خاطر که تک تک اون عملکردهایی که توی بدن رخ میده و تمام اون هماهنگی‌هایی که باید اندام‌های داخلی داشته باشن تا بدن ما بتونه به حیاتش ادامه بده تحت نظارت سیستم عصبی انجام میشه. اما سیستم عصبی میتونه در اثر عوامل مختلفی دچار آسیب بشه. در اثر ضربه به سیستم عصبی، مثل ضربه به نخاع یا ضربه به مغز، سیستم اعصاب ما میتونه آسیب ببینه. در اثر عفونت‌های مختلفی در مغز و نخاع میتونه آسیب اتفاق بیفته. عیوب ساختاری، یعنی خود این ساختارها، خود نخاع و خود مغز یک مشکلی رو در اون فیزیولوژی، در اون فیزیک خودشون داشته باشن، یا اینکه تومورهایی توی این دو عضو به وجود بیاد و رشد بکنن که عملکردشون رو دچار اختلال بکنن. همینطور اختلال در جریان خونی که به مغز و نخاع میره و داشتن اختلالات خود ایمنی میتونن عواملی باشن که منجر به بروز آسیب در سیستم عصبی بدن ما بشن. در نهایت اختلالات مرتبط با سیستم عصبی به 4 دسته تقسیم میشن. اختلالات ساختاری که شامل انواع آسیب به مغز و نخاع و همینطور تومورهای مربوط به این نواحی هست. عفونت‌ها که شامل عفونت‌هایی مثل مننژیت، فلج اطفال، آبسه هاست. اختلالات عملکردی مثل تشنج، سر و سایر اختلالات و همینطور عوامل قبل تولد، استفاده از داروها، مواد مخدر و بیماری‌های خاصی که به سیستم عصبی آسیب می‌زنند، می‌تونن باعث بروز اختلالات مرتبط با سیستم عصبی در کودکان بشن.